در صورتی که اینا دست از حکومت و دست از صاحبی این سرزمین بردارن، من هوشنگ از انجمن پادشاهی ایران بدون لغو مالکیت خصوصی گفتم که من این سرزمین رو به ملت ایران بازپس خواهم داد و ملت ایران برای من از فرزندان علی تازی، نمیدونم عمر، فرزندان نمیدونم رستم، فرزندان دیاکو، فرزندان کوروش، فرزندان خواجه مخنث تازدار، چون فرزندی نداشت، فرزندان نادر قلی، اینا تمام ملت ایران رو تشکیل میدن. ولی گفتم که هژمونی حکومتی رو به هیچ قبیله‌ای نخواهم سپرد، زیرا که میخوام که صاحب بمونن و میخوام که اموال ملت ایران رو به گونه‌ای که با شمشیر به دست آوردن حفظ کنن. هر کس که رئیس جمهور این سرزمین بشه، از اونجا که این ملت به جهت مشکلات تاریخی هموطن گرامی هرگز در مبارزه احقاق حق خودش شرکت نکرد، میاد ملت بلا فاصله قدرت خودش رو تهدید میکنه و کنار میکشه. تنها انجمن پادشاهی ایران هست که میگه ما ملت ایران رو، ما خودمون رو به ملت ایران بدهکار میکنیم، ما به ملت ایران میگیم که ما رو میتونید استیضاح کنید، ماهیانه، ماهانه، ما تمام به قول معروف برنامه های سیاسی و دبیری خودمون رو در اختیار ملت ایران میذاریم. و چنانچه ملت ایران نپذیرفت، گفتیم که برای پادشاه ایران هیچ در بسته ای نیست و ملت ایران تصمیم خواهد گرفت در کنار پادشاهش. پادشاه ایران دیکتاتور نیست گرامی من، اختیارات به قول معروف محدود داره و اختیارات نامحدود در ارتباط احقاق حقوق ملت ایران و در ارتباط نظارت بر دیگر اداراتی که از حقوق ملت ایران بخوان در واقع تخطی کنن از منافع ملت ایران، توان نامحدود داره و میتونه به نفع ملت ایران جلوی چنین کسانی رو بگیره و در ارتباط ملت ایران قرار بده. هموطن گرامی، من بالای 860 نبار تمام این مشکلات رو و تمام این علل رو باز کردم و گفتم نه که ما که فردا که پادشاه نمیدونم پارس یا پادشاه بلوچ یا پادشاه نمیدونم پارس رو یا پادشاه ماد رو در این سرزمین گذاشتیم، فردا میخوایم که فرزندان آقا محمد خان از این سرزمین بیرون کنیم. نه، اونها ایرانی هن. ولی اجازه به قول معروف حکومت نخواهند داشت، زیرا که تا این سرزمین به یک شکل فرهنگی درست دست پیدا نکنه، تا این ملت به عنوان یک ملت همدیگر رو به رسمیت نشناسن، هموطن گرامی، امکان این که کسی بیاد رئیس جمهور بشه مثلا و این سرزمین رو به سمت قبیله خودش نبره نیست. این گونه میشه، به گونه احمدی نژاد میشه، دموکراسیش به گونه دموکراسی جمهوری اسلامی میشه. شاهنشاهی و پادشاهی ایران ماورای دموکراسی و این مسائل هست. من این مشکلات رو باز کردم، چنانچه شما بخواهید در ارتباط من باشید، من خرسند میشم که هر گونه پرسش شما رو در هر موردی در ارتباط ملت ایران و فرهنگ ملت ایران و حتی فرهنگ و فلسفه مدرن جهان، جامعه شناسی و هر مقوله‌ای که شما بهش باور دارید و میخواهید تا خبر بشید پاسخ بدم. مسئله من اینه، دولت ایران به مردم ایران باید تحریم کنند. دور نشد، نه بنده و جنابالی. اشتباه میکنید، اشتباه میکنید، اشتباه میکنید، اشتباه میکنید. شما سخنان من رو گوش کردید، من به قول معروف هم جگر خودم رو در آوردم، همین جگر این تاریخ رو، بعد میایید در نهایت میگید که مردم ایران باید، مردم ایران تعیین کردن. شما خودت عکس خمینی رو خود شما تو ماه دیدی، شما اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده عزیز من،
شما که نشستید، شما که سکوت کردید، شما که من در این گوش میدم، من احمدید گرامی من، اجازه بدید، اجازه بدید، شما که سکوت کردید، شما که گذاشتید من رو، شما چی میدید؟ بگید شما میدونید بحث و گفتگو یعنی چی؟ بله گوش میدم. بله، یعنی که شما صحبت کردید من احترام گذاشتم نخریدم. بفرمایید. بعد من میگه شما این در صحبت دیگه سکوت کردید. ببین من وقتی میگم شما حرفت ضد نتیجه برای همین دارم. به نامر شما. برای همین دارم میگم. چی داری میگی؟ داری شما همطور چه؟ همین دارم میگم. احالت داری میکنید. بفرمایید. در احالت نمید. بفرمایید شما. مردم ایران تصمیم باید بگیرم. نه مردم جناب عالی که اینجا نشسته ایم. و نقطه میپیچیم من اینا. که یه روز بیان بیرون، یه روز نیان بیرون، اگه من رفت میگم آسینا رو میزنم بالا میرم تو اون مردم تو همونجا کارم انجام میدم. من به شما در چه دوازده سالی که به سنر خیابون وانگیسه ارزش قانون بیشتر از ارزش تر شما که 850 تا نوار دارید روانگیدی میتونه خرد این مردم رو. شما اجازه بدید، شما دارید تحجاب اجازه بدید، اجازه بدید، شما دارید تون میری آقا، شما داری تون میری. حالا فهمیدم که مشکل چیه. تا سخن خردمندانه نگید صداتون رو باز نمی کنم. ببینید آقا، ملت ایران انتخاب کرد خمینی رو در مقابل شاه ایران. شما هم همینطور، شما هم با سکوت با تأیید پذیرفتی حاکمیت خمینی رو. حالا که من میگم مبارزه کنیم به قول معروف، حالا میدونم کجا درد میکنه. از جمهوری اسلامی هستی به آفریدگار جهان سوگند، میخوای جلوی مبارزه رو بگیری، به کهکشان سوگند، برای اینکه سخن منطقی رو نمیخوای بپذیری. من که میگم بر مبنای اقتصاد ملی با این فرهنگ بیاییم مبارزه کنیم، میای به من میگی چی؟ ملت ایران انتخاب کنن، ملت ایران اومدن تو خیابون جیرگرش و ترخ و جمهوری اسلامی در آوردی. ملت ایران چگونه میتونه زیر توپ و تانک جمهوری اسلامی مبارزه کنه و از خودش دفاع کنه در صورتی که یک فرمانده و یک رهبر مقتدر مردمی نداشته باشه؟ گوش بدید به اون سخنان اون آقای اسد همایون که گفت این جنبش به خاطر عدم رهبری با شکست روبرو شد، که گفتم که این جنبش هرگز به خاطر پیروزی ملت ایران شکل نگرفت. شما مغرضانه سخن میگید، اجازه دادن تا ته کلام خودتون رو بگید و خودتون رو رسوا کنید که مردم ایران حق دارن، مردم ایران حق دارن که به گونه ای که این تاریخ میگه و این فلسفه میگه و این سربلندی میگه متحد هم بشن، اگر پسران خواجه مخنث تاجدار هستند یا فرزندان علی تازی یا نمیدونم رستم یا تیمور لنگ یا چنگیز مغول. من این تاریخ رو باز کردم که ملت ایران اجزای خودشون رو بشناسن، حقوق خودشون رو، حدود و مرزهای خودشون رو بشناسن تا متحد هم بشن. برمیگردم به دنباله سخنانم. پاینده ایران!